زیبایی هم جزی از زندگی هست و در کنار از او وقت ما از مدلینگ یاد میکنیم، مدلینگ درونش زیبایی هاست و مطمئن هستم که شما هم دوست دارین زیبایی ها را. در این بخش برنامه ما یک جوان بسیار خوبی را در کنار خود داریم که مؤسس مدلستان است، آقای حامد ولی، و اینا سال هاست که کار مدلینگ میکنن به افغانستان و جوانای خیلی زیاد در کنارشان هست برای نمایش لباس های مقبول، برای نمایش حرکات بسیار زیبا و خوبه که در دنیای مدلینگ هست. قبل از همه سلام و صبح بخیر خدمت ولی، صبح خیلی خوش اومدید، صبح شما بخیر باشه. سلام تو میجان عزیز، خدمت خودت، خدمت بیننده عزیز، تشکر از اینکه دعوت کردید. سلامت باشی ولی صاحب. در آغاز میخوایم از روزهای ماه مبارک رمضان که چگونه بر خودت سپری میشه و در کل بعد از او باز از تازه ترین کارها و قصه هایی که خودت داری بس دنیای مدلینگ و مدلستان بر ما قصه بگویی. تشکر تام جان، من ماه مبارک رمضان دوست دارم به خاطر که یک حس خداگاهی بر آدم میده و خود آدم به خود آدم وصل میسازه و فکر میکنم هر کسی نیاز داره که یک مدتی از زمان همراه خودش صرف بکنه و به خودش برگرده و درون خدا ببینه و وصل شد به خدای خود. من ماه مبارک رمضان رو دوست دارم. بسیار خوب. چی میگذره در دنیای مدلینگ و مدلستان فعلا؟ تامین جان، ما در ارتباط به برنامه‌ای که داشتیم، البته ما یک پلان طویل مدت 3 ساله را در نظر داشتیم که هر 2 ماه بعد، هر 6 ماه بعد بعضی برنامه رو ما پیاده میکردیم تا به اساس از او برنامه ما بتانیم یک مدل اجنسی رو اول معرفی بکنیم، ای که وظیفه یک مدل اجنسی در یک اجتماع چی است، وظیفه یک مدل اجنسی در مقابل شرکت ها تبلیغاتی چی است، وظیفه یک مدل اجنسی در قبال جوانایی که به مدلینگ علاقه دارن چی است، و بالاخره دانه به دانه اگر ما بتانیم اینا رو در طول 3 سال پیاده بکنیم، ان شاء الله میتونیم یک مدل اجنسی بسیار خوب از آدرس افغانستان به دنیا معرفی بکنیم. هر چند ما در جریان همی 1 سال و 6 ماهی که سپری کردیم تانستیم یک قسمت از او اهداف پیاده کرده باشیم، تانستیم یک تعداد از جوانا را علاقمند ساخته، اونا را تربیت کنیم و دوباره به شرکت ها و صنایع تبلیغاتی معرفی بکنیم و همزمان یک ارتباط خوب همراه شرکت های تبلیغاتی، کسایی که در بخش تبلیغاتشان به مدل ها و کرکتران نیاز دارن، ما ارتباط برقرار کردیم. همزمان بعضی از نمایش های لباس ها که رایج است در دنیای مدلینگ ما تانستیم رو در افغانستان پیاده کنیم. ولی سید، یک سوال که به ذهنم میگرده اوی است که این مدلستان چی داشت که حالا مدلستان آمد برجسته شد نسبت به دیگه افراد و اشخاص که آمدن برای مدلینگ به افغانستان کار کردن؟ راستش تایم جان، اول خب صادقانه ما زحمت کشیدیم، دوم در ارتباط به چیزهایی که کارهایی که در قبال یک مدل اجنسی ما انجام میتیم، ما این کارها را قبلا در مدت 7 سال در کشور هند انجام داده بودیم، همراه شرکت های خوب، همراه اجنسی های خوب ما کار کردیم. برای طراحی لباس خوبی ما فشن شو برگزار کردیم. تمجید ما در بخش فشن کوریوگرافی کار میکنیم. فشن کوریوگرافی مثل کارگردانی نمایش لباس است. سر و کار ما همراه مدل ها بوده. بنان ما مدل خوب درک میکنیم و نیاز اجتماع را نظر به مدل درک میکنیم. نیاز مارکت به مدل درک میکنیم. ما تمام اینا را سر به سر کردیم. در حدود 16 ما قبل از اینکه مدلستان ایجاد کنیم ما تحقیق کردیم به اینکه مطمئن شویم بالاخره افغانستان نیاز داره به یک مدل اجنسی، مدل ها علاقمند هستند به اینکه یک جایی باشه که اونا از طریق از او معرفی شوند و تربیه شوند، و بالاخره شرکت ها نیازمند هستند به یک مرکزی که از اونجا مدل پیدا بکنن و به تبلیغاتشان اضافه بکنن. ولی صاحب، فقط همقدر وقت دارم که از شما یک پیام بسیار زیبا بشنوم، و پیامتان چی خواهد بود؟ تشکر تام جان، تشکر از اینکه حوصله مندی کردین. راستش من ایس یک افغان و شهروند افغانستان تمام ما آرزوی صلح داریم طبعا، اما از لحاظ از اینکه ما جوان هستیم و سهم خاص در فراهم کردن صلح در کشور خود داریم، تنها پیام به جوانای خود ما است، به دوستا و رفقای همسن سال خود ما است، و ای که تا زمانی که ما دست به دست هم دیگه نتیم و از راه علم و دانش صلح پیاده نکنیم، هیچگاه قرار نیست صلح بیایه. ما آرزو میکنم که اول تلاش خود ما باعث شد که صلح بیایه تا هر کشور خارجی که هیچ وقت به درد ما نخورده باشه. بسیار زیبا، تشکر، بخیر باشین، با امیده شکر از خاطر فقط های بیشتر شما ولی و ما هم بر پایان برنامه امروزی هستیم، مجبور هستیم که خداحافظی بکنیم، وگرنه میخواستیم خیلی زیاد گپ بزنیم. فقط یک جمله رو میخوام تکرار بکنم که
زبان انسان معمار است و عرفایی که میزنم خشتای خام کوشش بکنیم در تعمیر را که ما اعمار میکنیم یا ایجاد میکنیم خیلی استوار باشه و خیلی مستحکم باشه. اگر کمی هم ما عرفای ما بد بود دیگه باز اونمو شخصیت ما میلرزه و در کل میتونیم یک انسان خوبی نباشیم، اما کوشش بکنیم که با عرفای خوبمون زیبایی ها را خلق بکنیم و برای زیبایی ها کار بکنیم. تا برنامه بعدی که بازم در خدمت قرار میگیریم شما رو به خداوند یکتا و بی‌نهایت مهربان امانت میکنیم. شاد و موفق و کامگار و سربلند و سرفراز باشین. خدا نگهدار.